چجوری این تیم پلی استایلی که لولش 5 و 6 رو به لول 100 تبدیل کنیم؟ بریم دیگه سراغ این ویدیو. سلام بچه، چطوری؟ مهدی هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به این مشکلی که واقعا واقعا اعصاب خیلی یار خورد کرده و اومدم بهتون میگم که چرا مسی که 96 یعنی توی ایم اف 99 چرا الان 65 و کلا چرا این اتفاق میفته و این اتفاق رو با هم دیگه بریم حل بکنیم و خیلی نکته های کلیدی توش هست. اگه دوستشون مثلا دوستتون هم توی اینستاگرام، واتساپ و هر شبکه اجتماعی دیگه دوست داشتید بفرستید تا اونا مشکلشون حل بشه و بریم دیگه سراغ این آموزش. اولین مورد خیلی خیلی مهمه که توی این تیم پلی استایل کلا نقش داره مربی هستش. مثلا من الان مربیم لوئیس رومانی، هم گواردیولا خودمون هست. اگر روی اطلاعاتش بزنم کلا، اگه بچه بخش ترکیب رو نمیشدین بالا ویدیوش میاد که توی ویدیو قبلی من کلا بخش ترکیب براتون توضیح دادم که چجوریه. الان مثلا دارید میبینید که پوزیشن گیمش 87 هست که همون بازی تصاحبی میشه و من این گذاشتم روی لونگ بال، یعنی الان تاکتیکمو اینجا الان بهتون نشون بدم. روی مربی که بزنم الان تاکتیک من لونگ بال است و خب من دوست دارم تاکتیک لونگ بال داشته باشم، ولی لولتی هم میشه 56. و وقتی که مثلا با تاکتیک مربی من لولش پایین بشه، در نتیجه اون تیم پلی استایل من لولش خیلی خیلی میاد پایین. پس در نتیجه ما میریم چیکار میکنیم؟ ما میایم بک میزنیم با این سرعت پینگ و چیزایی که داریم، میایم توی بخش کانترکت اینجا بزنیم تا لود بشه و وقتی اومدیم توی بخش کانترکت روی منیجر لیست کلیک میکنیم. وقتی که روی منیجر لیست زدید، خب اینجا مربی مختلفی واسه تون میاره. مثلا من روی این دومی کلیک میکنم. الان مثلا اینجا داره لونگ بال 21، اوت وایل 70، لونگ بال کانتر 61. خب مثلا شما میتونید بیاین اینجا ببینید که لونگ بال کدوم مثلا برای اون تاکتیک دوست دارید انجام بدید، بعد مربی خاص بخرید. مثلا من چون الان لونگ بال گذاشتم، بعد برم دنبال یه مربی بگم که لونگ بالش از همه بهتر باشه. مثلا روی این سومی بزنم ببینم الان لونگ بال اینکه 64 از اون دو تای قبلی، خب مثلا من خیلی بهتر بود. برم ببینم مثلا پیدا میکنم بازم خوب. الان مثلا یکی 35 بود، ببین فرناندو سانتوس یکی 41 بود. خب من همش دارم میگردم مثلا مثلا یکی مربی هم نگاه کنم، یکی لونگ بالش 20ه. در نتیجه من میام مثلا همین مربی که خود مورینیو هم هست و تاکتیکش لونگ بال است، مثلا میام میخرم. البته الان پولم هدر میده، بخاطر همین نمیخرم، فقط میخوام بگم که کلا چه جوری است بحثش. و میاد بیرون دوباره ببینید تو بخش ترکیب سری نکاتم اونجا هست. خب حالا که ما مربیمون خریدیم، حالا مثلا فکر کنیم تیم پلی استایلمون رفته بالاتر، حالا نیاز داریم که مشخصات بازیکن رو بر اساس تیم، یعنی یه کاری کنیم که مشخصات بازیکنمون باعث پیشرفت لول تیم پلی استایلمون بشه. یعنی چی؟ یعنی که آقا مثلا من بیام بیرون یه لحظه بهتون نشون بدم که کلا چه جوری هست. بازیکنانی که توی ترکیب شما هستن، شما میتونید توی بخش مای تیم پیدا کنید که ویدیو توضیح کلا مای تیم رو براتون کلا میخوام بذارم. پس اگه دوست دارید اون ویدیو زودتر به دستتون برسه، حتما ویدیو رو لایک کنید. و من میام پایین و روبرت لواندوفسکی ما اینجا پیدا میکنیم. روبرت لواندوفسکی اینجا هست. شما روی پلیر پروگرشن کلیک میکنیم که بریم و تیم پلی استایلش رو بریم و ارتقا بدیم. وقتی که وارد این بخش بشیم، حالا پوزیشن گیمش رو بردم بالا و الان چون میخوام لونگ بال، یعنی اون تاکتیک لونگ بالم بره بالا، دو تا لونگ بال رو افزایش میدم و پروسد رو اینجا من میزنم. وقتی که پروسد رو بزنید بهتون میگه که لونگ بال، یعنی تاکتیک لونگ بال لواندوفسکی از اون چیزی که بود الان 91 شده و خب خیلی بهتر شده که من حالا نمیخوام این کارو انجام بدم، ولی شما باید بیاید اینجا و اون حالا ترینرایی که دارید صرف کنید، اول برای تیم پلی استایل بازیکنتون و بعد بیاید برای مشخصات فردی بازیکنتون بدن که کلا توضیح تمامی بخشا براتون توی ویدیو بعدی بهتون میگم. وقتی که مربیتون رو خریدید و بیشتر بازیکناتون رو اون تاکتیکی که می‌خواید اون تاکتیکشون رو بالاتر بردید، می‌بینید که تیم پلی استایلتون صد شده. و الان مثلا من اگه روی پوزیشن گیم اینجا من کلیک بکنم، می‌بینید که الان تیم پلی استایل من 100 هست و خیلی از بازیکناتون که مثلا می‌بینید الان مثلا نگاه کنید اکسل آرنولد 82 هست، به خاطر تیم پلی استایل تیمم رفته روی 84 و خب خیلی به ارتقای بازیکناتون هم کمک می‌کنه. تیم پلی استایل روی روان بودن بازیکنام خیلی خیلی تاثیر داره. به نظر من کلا این ترینرهایی که برای تیم پلی استایلتون کارت خرج بکنید، برای بازیکن بیسیک خرج بکنید که دیگه وقتی که تیم پلی استایلتون 100 شد، دیگه فقط برید مشخصات فردی بقیه بازیکن کنن ارتقا بدید. یه نکته دیگه هم هستش که با بازی کردن توی آنلاین و آفلاین هم باعث پیشرفت تیم پلی استایل هم میشه، ولی خب به اندازه اینکه شما میخواید ترینر به کلا بازیکناتون بدید و کلا تیم پلی استایلش ارتقا بدید، به اون اندازه کلا نمیرسه. توی ویدیو بعدی بخش مای تیم رو کلا مثلا توضیح میدم که ویدیوش بکنم فردا بیاد. واسه اگه دوست دارید ویدیو سالی ببینید، لایک کامنت سابسکرایب بتون زنگ میشم آن بکنید. اگه زنگ بلر فرار بکنید، هر وقت من ویدیو آپلود کنم سریع میاد و ویدیو رو میبینید دیگه. و مرسی که تا آخر ویدیو تماشا کردید. تا ویدیو دیگه، خدافظ.